سلام به شما دوستان و همراهان عزیز به کانال سرنوشت خیلی خوش اومدید خانم آذر شیوا یکی از بازیگران درخشان سینمای ایران که ماجرای زندگی او بسیار جذابه درخشش در فیلم سلطان قلبها و تبدیل شدن به یکی از چهرهای هنری مطرح ایران و بعد اعتراض عجیب و خداحافظیش با سینما رو آوردن به آدامس فروشی فریاد اعتراضهای او علیه شرایط سینمای ایران تیتر اول روزنامه ها شده بود با ما همراه باشید تا در این ویدیو با ماجرای زندگی این هنرمند عزیز آشنا شویم لطفا قبل از دیدن ادامه ویدیو کانال را سابسکرایب کنید و زنگوله کناریشم هم فعال کنید آذر شیوا سال 1319 در تهران به دنیا آمد او درباره روزگار کودکیش گفته از روز اول قسمت من این بود که یک خانواده متفرق داشته باشم. خانواده ای که از یک پدر، یک مادر و یک دختر که من بودم تشکیل شده بود. ولی همین جمع کوچیک با جبر طبیعت متفرق شد. پدر آذر یک پزشک باسواد بود که همواره دوست داشت آذر در لباس پرستاری ببینه. البته آذر خودش همیشه میگفت تحصیل منو خسته میکنه. با این وجود آذر با گذشت چند سال شغل پرستاری رو انتخاب کرد. زندگی تراژیک آذر شیوا با ازدواج شروع شد. زمانی که آذر عاشق پسر جوانی از خیشاوندانشان شد و با او از خانه پدری فرار کرد. اما پسر جوان با بیکاری و اعتیاد و بال گردن آذر شد و زندگی او را سختتر از قبل کرد. بعد از طلاق تنها شد و در یک اتاق کوچک در 16 سالگی تنها با یک فرزند یعنی ماندانا زندگی را ادامه داد. اولین کسی که آذر شیوا را کشف کرد رفیع حالتی بازیگر مترجم کارگردان بود که صدای جدی و خوب آذر شیوا باعث شد او در 18 سالگی کشف شود و وارد رادیو شود. در سال 1340 وقتی آذر 21 ساله بود توسط مجید محسنی به سینما دعوت شد و در فیلم آهنگ دهکده بازی کرد او در این فیلم نقش یک دختر روستایی به نام گلنار را بازی کرد که از وقتی که به دنیا آمده خانوادهش تصمیم گرفتن با یکی از پسرهای روستا ازدواج کنه اما گلنار عاشق پسر دیگری میشه و این فیلم شروع کلیشه هایی بود که آذر شیوا با وجود تمام استعدادش برای چند سال در آن گرفتار شد. کلیشه ای از جنس زنان معصوم و مظلوم روستایی که معمولا زیر سایه مردها کار می کنند و اصلا مستقل نیستند. پایان این کلیشه ها برای آذر شیوا با بازی در فیلم قهرمان قهرمانان صورت گرفت این فیلم به کارگردانی سیامک یاسمی در سال 1344 ساخته شد که بازیگر نقش مقابل آذر شیوا محمد علی فردین بود و این فیلم هر دوی آنها را بیشتر از قبل در سینما معرفی کرد این فیلم به نوعی نسخه پیش درآمد فیلم گنج قارون بود که آذر شیوا در آن نقش یک دختر ثروتمند و مقرور را بازی میکرد یکی از متفاوت ترین فیلم های آذر شیوا فیلم هنگامه بود ساخته ساموئل خاچیکیان بود که در سال 1347 ساخته شد و آذر شیوا در آن نقش یک دختر پولدار را بازی می کرد که اسمش آذر بود خواهر کوچکتر خانواده یعنی هنگامه عاشق پسر سرایداری که بهروز وسوقی نقش آن را بازی میکرد شده بود اما به دلیل محدودیت خانوادگی نمیتونست به عشقش برسه. نقشه آذر به عنوان خواهر عاقلتر این بود که پسر سرایدار را عاشق خودش کنه و او را برای همیشه از زندگی خواهرش دور کنه اما کسی که در دام عشق گرفتار شد خود آذر بود در سال 1350 در اون حرکت اعتراضی که آذر شیوا در دانشگاه شروع به آفروختن آدامس کرد هدفی بالاتر از بازیگری و سینما داشت او به اعتراض برخواست که سینمایی که در هدف گیشه قرق شده را نجات دهد در سال 1347 آذر با بازی در فیلم سلطان قلبها به ستاره بی بدیل در سینمای ایران تبدیل شد. بعد از این فیلم محمد علی فردین و آذر تبدیل به زوج سینمای ایران شدند. فردین از آذر شیوا چنین یاد می کند که رفتار جدی و خانمانوی او در پشت صحنه زبانزد همه بود. در واقع شخصیت واقعی خودش را در شخصیت هایی که نقششون را بازی میکرد تزریق می, کرد، می نمود. به عنوان مثال او هیچ وقت حاضر به صحنه های برهنه نشد و از بازی در بسیاری از سکانس ها دوری می کرد. می توان گفت او همانطور که فکر می کرد عمل می نمود. این صحبت های استاد فردین در مورد آذر شیوا بود. اما روسپی ساخته عباس شباویز در سال 1348، به خاطر فیلم روسبی برنده پلاک طلایی بهترین بازیگر نقش اول زن شد. او برای بازی در این فیلم برنده جایزه سپاس بهترین بازیگر نقش اول زن هم شد که این جایزه مهر تعییدی بر جایگاه این بازیگر در سینما بود. بعد از روسبی آذر شیوا در فیلم یاقوت سچشم و درختان ایستاده میمیرن در سال 1350 بازی کرد آذر در این فیلم نقش یک زنی موسن را بازی میکرد که در حال سپری کردن آخرین روزهای زندگیش بود و تنها آرزوی زندگیش قبل از مرگ این بود که با نوه خودش ملاقات داشته باشه. اون زمانی که میفهمه نویش در تصادف کشته شده تنها امیدش برای زندگی را از دست میده و با غمی زیاد روبرو میشه. برای آذر شیوا در نقش خانم موسن که چندین سال از خودش بزرگتر بودن هیچ ترسی نداشت و او هرگز اصراری بر زیبا بودن در فیلمهاش نمیکرد کرد. سه روز چهارشنبه آذر ماه 1349 خانمی زیبا و خوشبوش و سات آدام سیگار و بخت آزمایی فروشی خود را روبروی دانشگاه تهران پهن کرد. در ابتدا کسی متوجه این خانم زیبا نمیشد. اما بعد از مدتی همه متوجه شدند که این دستفروش ستاره سینمای ایران یعنی آذر شیواست فردا صبح تیتر تمام روزنامه ها خبر از اعتراض این بانو میداد بانوی بازیگری که به شرایط فعلی سینمای کشورش اعتراض داشت این حرکتش با واکنش های زیادی روبرو شد و اسم آذر شیوا را بر سر زبان ها انداخت. زمانی که آذر دست به این اعتراض زد و به قول خودش بر سر سینمای ایران فریاد کشید، یک موج نو در سینمای ایران شکل گرفته بود. اما از شانس بد شیوا هیچ کدام از آن فیلمسازها سمت آذر نیامدند. انگار آذر چیزی را که داشت نمیخواست و چیزی را که میخواست پیدا نمیکرد. او یک بار گفته بود کار دلخواه من سینماست ولی نمیتوانم کاری کنم که حداقل خودم از آن لذت ببرم در واقع من در هیچ یک از فیلم هایی که تا به حال بازی کردم خودم نبودم آزر در جای دیگر گفته بود یک آدم آسی هرگز نمیتونه توبه کنه چون من همیشه به گناهانی که مرتکب شدم اعتقاد کامل دارم و باید عرض کنم هیچ وقت از عقاید خودم کوتاه نمیام. من با سینمای ایران قهر خواهم کرد. آذر شیوا به حرف خودش عمل کرد و چند سال پیش از انقلاب 57 برای همیشه از ایران رفت و دیگه هیچ وقت برنگشت. او حالا در فرانسه زندگی می کند و برای این بازیگر زیبا و دوست داشتنی کشورمان آرزوی سلامتی و آرامش داریم. خیلی خیلی ممنون از همراهی شما دوستان عزیز لطفا شما هم یک جمله در وصف این بانوی هنرمند برامون کامنت کنید و اگر هنوز عضو کانال نیستید لوگوی سرنوشت را در پایین تصویر مشاهده می کنید که با یک کلیک ساده می عضو کانال شید و ویدیوهای ما رو دنبال کنید خیلی خیلی مواظب خودتون باشید تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون